دلیل کنار آمدن آمریکا با طالبان نبود حکومت مقتدر در کابل بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. به نقل از روزنامه صبح کابل، دلیل کنار آمدن آمریکا با طالبان نبود حکومت مقتدر در کابل بود. به نظر من طالبان قدرتی که در سال 2001 داشتند در حال حاضر به مراتب ضعیفتر شده اند. دلیلی که آنها تن به مذاکره داده اند در زمانی که ملا محمد عمر و فرماندهان کلیدی این گروه مانند ملا دادلا و ملا اختر منصور، آنها به طور مثال در سال 2007 تا 2009 قدرت بسیار مستحکم سیاسی رهبری داشتند. من فکر میکنم در طول 5-10 سال گذشته با شدت ضربه خورده اند. اگر شکست نمی خوردند اساسا مذاکره نمی کردند. دلیل عمده مذاکره آنها این بود که متوجه شدند با از دست دادن رهبری و ظروفشان نمی توانند برنده جنگ در افغانستان باشند. اشاره: روز گذشته سند مهم و تاریخی میان ایالات متحده آمریکا و طالبان برای سرنوشت افغانستان به امضا رسید. آگاهان امضای این سند را یک گام مهم برای پایان جنگ افغانستان می دانند. در این گفتگو از آقای ادریس رحمانی، تحلیلگر امور بین الملل، در مورد برایند امضای این موافقت نامه و حکومت به میان آمده از این توافق پرسیده ایم. صبح کابل. آقای رحمانی پس از امضای توافق نامه صلح آمریکا و طالبان قرار است به زودی هیئتی از سوی حکومت افغانستان برای گفتگوهای صلح بین الافغانی شکل گیرد. گفته شده است که این هیئت بیشتر مذاکره کننده است و صلاحیت تصمیم گیری ندارد. از دید شما چنین هیئتی چقدر میتواند در گفتگو و چانه زنی ها موفق باشد؟ رحمانی: چنین هیئتی اساسا موفق نیست. وقتی کسی برای گفتگو فرستاده می شود و برای آنها صلاحیت تصمیم گیر و جانزنی داده می شود، مذاکره مفهوم ندارد. چون در جریان صحبت ها هر لحظه یک موقف جدید، یک راهکار و پالیسی جدید شکل می گیرد، می خواهد همراه طرف مقابل کنار بیاید که در جریان گفتگو به کرسی نشاندن حرفتان ممکن است ساده باشد. اما زمانی که شما گفتگو را برای مشوره با افراد دیگر قطع می کنید، ممکن است طرف مقابل در این فاصله زمانی ذهنش تغییر کند و دیگر وضعیت روحیش آماده پذیرش چنین حرفی نباشد. معمولا در گذشته ها این شیوه چانه‌زنی سبب شده که گفتگوها به نتیجه نرسد. از طرف دیگر زمانی که طالبان متوجه شوند که تیم مذاکره کننده صلاحیت تصمیم گیری ندارد، حرفهای آنها را جدی نخواهند گرفت. مذاکره کنندگان طرف مقابل حکومت افغانستان طالبان را چگونه میبینند؟ آیا آنها صلاحیت تصمیم گیری در میز مذاکره را دارند؟ رحمانی: نخست اینکه ملا غنی برادر در درون ساختار طالبان به قدر کافی از قدرت برخوردار است. دوم، اگر مذاکره کنندگان طالبان به نمایندگی شخصی مانند عباس استانکزی می بود و هر 5 دقیقه مجبور بودند که به اشخاص دیگری به خاطر مشوره زنگ بزنند، این طور مذاکره نتیجه نمی داد. اما مطمئن هستم هر تیم مذاکره کننده که از سمت یک جناح برای مذاکره می روند ممکن است که تمام صلاحیت را نداشته باشد، اما این طور هم نیست که بدون صلاحیت باشند. یک هفته کاهش خشونت ها از دید شما چگونه گذشت؟ چقدر طالبان توانستند ثابت کنند که بر سربازانشان تسلط دارند؟ من فکر می کنم هدف اصلی از ایجاد چنین شرط این بود که هر دو طرف حداقل برای همدیگر یک حس اعتماد ایجاد کنند که برای رفتن به قدم بعدی جدی استند. من فکر می کنم این اعتماد به وجود آمده است چون هر دو طرف به یک دیگر نشان دادند که متحد به این روند استند و به نظر من این هفته موفقانه پیش رفت. برخی ها انتقادش این است که در چنین فصلی از سالها کاهش خشونت کمتر معنا پیدا می کند، چون معمولا در فصل زمستان خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا می کند. طالبان از نظر مالی اساسا مستقل نیستند. درآمد مالی طالبان در داخل افغانستان به اندازه ای است که از تریاک و امثال آنها به دست می آید، اما به هیچ وجه این میزان به قدر کافی نبود که آنها
درصدی بیشتر این کمک های مالی از کشورهای دیگر می آید که هر کشور شرط خود را برای این گروه در بدل حمایتشان دارند. این مسئله سبب می شود که استقلالیت جدی آنها زیر پرسش برود. در بعد نظامی طالبان از نظر جلب و جذب نیروی انسانی جنگ وابستگی زیاد به کشورهای بیرونی ندارند، اما از نگاه امکانات و تجهیزات نظامی سخت وابسته به کشورهای همسایه هستند و اگر آنها کمکشان نکنند طالبان نمیتوانند بجنگند. به همان حدی که در بخش مالی استقلالیت آنها زیر سوال است، به همان اندازه استقلالیت تصمیم گیری آنها نیز متاثر است. این قطع نامه یا موافقت نامه را من شخصا نخوانده ام، اما روزی که این توافق نامه و آنچه که میان دو طرف روی آنها توافق شده علنی شود و یا هم در جریان برخورد این دو گروه می فهمیم که توافق آنها چی بوده است، در آن زمان می توانیم بهتر قضاوت کنیم که چقدر در این دو سال اینها درست چانه زنی کرده اند. شما می دانید که در گفتگوها باید چیزی را داد و چیزی را گرفت. در شرایطی که آمریکا خودشان اعلام کرده اند که از افغانستان بیرون می شوند، آلای فشار آمریکا بر طالبان چیست؟ یعنی آمریکاییها در بدل دست کشیدن طالبان از خشونت به آنها چه خواهند داد؟ رحمانی، آمریکاییها همواره در طول تاریخ حداقل در 18 سال گذشته صلاح برندهشان برای چانه‌زنی و برای تامین نفوذ سیاسیشان همواره زور جنگیشان نبوده است. قدرت اصلی آمریکا در موجودیت سربازانشان در افغانستان نیست، در نفوذی است که بر کشورهای حامی طالبان دارد. آمریکا این کشورها را زیر فشار قرار داد و آنها مجبور می شوند که در نهایت بپذیرند. این مسئله درس بزرگی برای طالبان در 18 سال گذشته بوده است. چون طالبان فکر می کردند که آمریکایی‌ها در افغانستان شکست می خورند، اما آهسته آهسته آموختند که چنین نیست و قدرت آمریکا متفاوت است. در نهایت آنها به قدرت نفوذ سیاسی اقتصادی پای بردند. به این خاطر تاکید طالبان به خروج نیروهای آمریکایی یک دستاورد مؤثر برای این گروه نیست. آنها به ناچار به خاطر حفظ منصفشان روی این مسئله همواره تاکید دارند، در حالی که فشار آمریکایی ها در بودن و نبودن سربازانشان نیست. آمریکایی‌ها همواره به خاطر کمپاین سیاسی در فصل انتخابات حرف‌هایی می‌زنند و تصمیم‌هایی را می‌گیرند، اما کسانی که با سیاست آمریکا و تاریخ سیاسی این کشور آشنایی دارند این حقیقت را می‌دانند که سیاست نظامی این کشور هیچگاه متأثر از بادها و بادش‌های انتخاباتی نیست. آمریکایی‌ها روزی که احساس بکنند از نظر نظامی حضورشان در افغانستان منطق ندارد، آنها منتظر این نمی‌مانند که یک فصل انتخاباتی برسد و بر اساس آن از یک کشور بیرون شوند. شما مثلا خروج نظامی آمریکایی را از سومالی، بیروت و از ویتنام ببینید. یک صبح کارمندان سفارت آمریکا در ویتنام در درون سفارت برای کار آمدند و تکان خوردند که آمریکایی‌ها شب رفته بودند. بنابر این آقای ترامپ از این مسئله هر قدر استفاده سیاسی بکند میتواند، اما این را همه میدانند که اگر آمریکایی‌ها میخواستند که در از افغانستان بیرون شوند با طالبان وارد گفتگو نمیشدند، پس آنها ماندنی هستند. من شخصا بسیار متعجب خواهم شد که آمریکایی‌ها پس از 18 سال از حضورشان در افغانستان به یک بارگی از این کشور بیرون شوند. تصور من این است که تا 18 ماه دیگر ساختار سیاسی در افغانستان شکل خواهد گرفت که در آن حضور آمریکا و طالبان در قدرت در عین زمان ممکن خواهد بود. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای دیگر چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.